مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 ایونی سال 2022 با نشر یک اطلاعیه ویژه از قبل ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازداشت سه لیدر غیر رسمی این منطقه طالب ایونبکوف، منور شنبیف و نیاشا گلابوف را رسما تصدیق کرد. ستاد بین اداروی آنها را سرکردگان گروه متشکل جنایتی شهر خوروغ نام برده گفته است که این سه نفر روز 11 ایون در نتیجه یک عملیات مخصوص دستگیر گردیده به حبس گرفته شدند. ستاد بین اداروی که در بدخشان از تیر ماه سال 2018 عمل میکند گفت ایونبکوف، شنبی و گلابوف به دست داشتن در یک قطار جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین عیبدار میشوند. قبلا منابع پایگاه خبری بامداد خبر دادند که روز 11 ایون سال 2022 در شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان دست کم سه نفر از لیدرهای غیر رسمی این ولایت مختار در شرق تاجیکستان طالب ایونبکوف، منور شنبیف و نیاشا گلابوف دستگیر کرده شدند. منابع بامداد گفتند که طالب ایونبکوف از جانب مقامات میلیشه و کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر شده است. به گفته این منابع طالب ایونبکوف صبح 11 ایون برای صحبت به مقامات دعوت شده بود ولی دیگر برنگشت. منابع بامداد در مقامات بدخشان بازداشت ایونبکوف را تصدیق کردند. یادآور می شویم از بین لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان طالب ایونبکوف با اظهار آمادگیش برای همکاری با مقامات فرق می کرد و از جمله ریاست وزارت کارهای داخلی بدخشان 21 اپریل عکسهایی را نشر کرده بود که ایونبکوف چگونه در ملاقات سردار میلیسه ولایت جنرال شریف نظر داده با ساکنان محلی ناصر خسرو و خلیبزاود فعالانه اشتراک کرده با جنرال نظرزاده سوال می دید. خلیبزاود منطقه تحت نفوذ ایونبکوف به شمار می رفت. روز 11 ایون ساکنان خوروغ از تیرپرانی ها در محله خلیبزاود از جمله در نزدیکی طرفخانه در خوروغ مشهور مارک پولو که در امسایگی خانه ایونبکوف جایگیر شده است خبر دادند. ساکنان همچنین خبر دادند که نیروهای الفا و دیگر واحدهای ویژه راههای به طرف این قسمت خوروغ را مسدود کردند. منابع آگاه بامداد در نهادهای دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان همچنین خبر دادند که روز 11 ایون مقامات وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی منور شنبیف یکی دیگر از لیدرهای غیر رسمی ولایت و نیاشا گلابوف یک ساکن محله بزمچ شهر خوروغ را که در بین جوانان نفوذ زیاد داشت دستگیر کردند. تفصیلات چگونه بازداشت شدند و به چه عیبدار شدن شنبیف و گلابوف فعلا دسترس نیست. منور شنبی و طالب ایونبکوف از شمول هفت لیدر غیر رسمی بدخشانند که ماه اکتبر سال 2018 با امضای پروتکل های ویژه با مقامات تعهد سپریده بودند که سلاح خود را سپریده دیگر قانون شکنی نمی کنند. از این هفت لیدر محمد باقر محمد باقروف روز 22 مای کشته شد و امردین علاوشایف از روسیه آورده در دوشنبه به 18 سال زندان محکوم کردند. در حال حاضر سرنوشت سه لیدر باقی مانده بدخشان یادگار محمد سلاموف، خورسن مزاروف و زویر رجبوف نوروشن باقی میماند. قبلا خبرهای به دست رسیده بود که از یادگار محمد سلاموف و خورسن مزاروف هم طلب دارند که اختیارا به مقامات حاضر شوند.